سلام سید مومن رحیموف، بولی بوسوی کبوت در برابر قهرمان جهان تکنور نگاس، ورزشگر 27 ساله از کشور وطنداران جودو. در این مسابقات 8 نفر از دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی هنرنمایی کردند که یکی از آنها دستاورد شایسته تحصیل نشان داد. ولی ببینید امروز این تصویر بردار با تاتام دیگر میگذرد و باز پس میگذرد با تاتام که ما گزارش مستقیم رو تماشا داریم. ببینید چی مشکل ایجاد میکند در برابر قهرمان جهان حق نظر نظروف، و احساس کرده است وطندار جدا که در برابر قهرمان جهان قرار گرفتن، در برابر یک استعدادی که در صحنه رقابت های جهانی می‌درخشد قرار گرفتن، برایش مشکل ایجاد می‌کند. با نگاس تکناری با سبب فالش اتک یا هجوم دروغین یک کارد زرد جزا داده شد. و اینجا ببینید باز در عین گرفتن، اما همین گونه اصول های خوفناک و رها می‌شود. خوشبختانه از یک خطر بسیار جدی رها شد حق نظر نظروف و کوزموی را من می‌کند. در بخش نوازا یا کور در زمین برای ورزشگران ما بسیار مشکل است. از این بخش خاطراتی نک ندارند پهلوانان ما، و با همین بخش کور در زمین توجه نکنند خوب تر است. با اصول های سراپا، پرتاب سراپا گذاشتن عین مدعا خواهد بود. دو ورزشگر که از لحاظ داشتن طرف های متفاوت و ببینید با آسانی از همان حلوک لب یا اینکه اوسوتوگار استفاده کرد و نگاس تکانوری قبل از انجام وقت اساسی موفق شد به مرحله بعدی برود. به هر حال برای حق نظر نظروف در برابر دو حریف پرقوت غالب شدن هم امروز یک کارنمایی شایسته بود، و امروز در قطار قهرمان جهان در برابر قهرمان جهان 6 کرد برنده گرند اسلم هنرنمایی کردنش نیز شایسته تحسین بود. در مرحله سیومی رقابت ها حق نظر مغلوب شد و از دور رقابت ها حذف شد.